شهری، یک شهر، دوران شاپور اول ساسانی، در دیرین تمدن خوزستان. شهری نه چون دیگر شهر، شهری گم شده در غیبت یک شهر، خاطره ای در غیبت خاطره. گفتند شهر دانشمندان بوده، پزشکان و نیز هنرمندان و روشنفکران. اما نامعلوم، ویران، مبهم. 400 سال دوران ساسانی، 400 سال دوران اسلامی و نیز امروز. اینجا گندی شاپور است.
سه جنگ داشت شاپور با امپراتوری روم. و سه پیروزی. حالا شاپور می شود شاهنشاه ایران و ان ایران. ایران و غیر ایران. ایران شهر، ایران. برای نخستین بار این سرزمین بدان خوانده می شود و نامش بر دیوارها نقش می بندد. والریانوس کیسر خود پدخوه به دست دست گراو کرد با دست خود گرفتی. شاپور به سوی اهواز رفت تا جایی را انتخاب کند که برای اسیرانی که با خود از روم آورده بود شهری بسازد. پس شهر جندی شاپور را ساخت. گندی شاپور را می سازند با الگوی رایج شهرهای ساسانی. مهندسین ایرانی بودند. نیروی کار اسرای روم.
گندی شاپور پر می شود از ایوانهای رفیع، تاقهای هلالی، گنبدهای عظیم. تاقچه‌های تزئینی با مجسمه ها اینجا در سراسر این خیابان، موزاییک های رنگی هم اینجا، نقاشی های فاخر آنجا، گچبری ها، تاقی های تزئینی، همه جا در گندی شاپور. ریاگ وه اندیوگ شاپور شهرب وه اندیوگ شاپور شهرب فریاگ شهردار گندی شاپور شهرب یعنی شهردار و شهر یعنی استان در دوران ساسانی که در متون کهن کوره و خوره گفته شده. این سند باستانی میگوید که استان بود، ایالت بود گندی شاپور از آغاز ساخت. وه اندیوک شاپور گندی شاپور با شارستانی مستطیل در میان آن. خوزستان 7 خوره می داشت. نخستین آنها سوس است. سپس جندی شاپور. از شهرهایش دژ روناش، بایوه، قازبین، لور. دژ روناش محدوده دزفول امروزی است. لور حوالی اندیمشک. آن دو دیگر احتمالاً در حوالی لرستان. کار طبابت در جندی شاپور روز به روز تضاعف و تزاید گرفت تا اکثر فایق و سرامت گشتند به حدی که جماعتی طریقه ایشان را بر طریقه یونانیین و هند ترجیح نهادند و دستورها و قانونها ابداع نمودند و کتابها جمع کردند در سال 20 از ملک کسرا اتباع جندی شاپور به امر ملک جمع شدند و میان ایشان سوالات و جوابات و مناظرات واقع شد و سخن هر کس را ثبت و ضبط نمودند و واسطه آن مجلس جبرئیل نام داشت و بعد از وی سوفسطایی و اصحاب او دیگر یوحنا و جماعت او
جبرئیل، برزوی سوفستان، یادم، تریبونوس، سرجیوس رأسولین، جرجیس، استفان ادسی، همه اینجا بودند. از آتن می آمدند دانشمندان پناهنده از روم شرقی. مهاجرت علمی به ایران ساسانی. دلیل: بستن مدرسه ادسا به دست امپراتور روم. زنون. امپراتور روم تعطیل می کند آکادمی آتن را. بازمانده شخص افلاطون. انوشیروان را شاه فیلسوف می خواندند فضلای روم. و پناهندگی، رفتن به سرزمینی برای آزادی، اندیشه ورزی. پس به ایران ساسانی پناهنده می شوند. هفت تن، نامشان ثبت است در تاریخ. می گویند به گندی شاپور می روند برای 15 سال. برخی اما گفتند گندی شاپور ساسانی مراکز علمی نداشته، پزشک و بیمارستان هم نداشته. برخی دیگر بیمارستان گندی شاپور را دور می‌برند تا قتل مانی. قدرتگیری کرتیر موبد و تمامیت خواهی دینی. من مرد بدعتگذار و خرابکار را مجازات کردم. یهودا و بودا و برهمن، نصارا و کریستیان، مندائیان و مانویان. مانی خود را پزشک خوانده همیشه. بسیار بودند که از بیماری برخیزاندم که تب و لرز چند ساله را از ایشان دور کردم، که به مرگ آمدند من ایشان را زنده کردم. چون این گفت که این مرد صورت پرست نگنجد همی در سرای نشست، که آشوب و آرام گیتی به دوست بباید کشیدن سراپاش پوست. فردوسی گفت همان خامش آگنده باید به کاه، کنار بیمارستان بردار کردند مانی را بدان تا نجوید پوست. از پیکر برکندند و بر دروازه شهر بیاویختند. از در شارستان دگر پیش دیوار بیمارستان. کتاب
که دروازه مانی خوانده میشد. تا 700 سال بعد، تا قرن 4 هجری هنوز. منظور آیا تعیین مکان دروازه است؟ یا از آغاز بنای شهر بیمارستان ساخته شده بود؟ نمیدانیم. هیچ کس نمیداند. گندی شاپور، این هیچ. نگاه میکنیم، چیزی نمیبینیم. در خاطره نمیماند نبودها. این خالی های بی خاطره. اسناد باستانی بسیار دارد پزشکی ایران. بخشی از این جمجمه برداشته شده برای کاستن از فشار مغزی در بیماری هیدروسفالی. امروز جراحان همین کار را می کنند. ابزاری از جنس استخوان روی جسد دختری. آن را عینکی دانستند برخی پژوهشگران برای اصلاح انطباق بینایی. شاید آشوب بیش از او داتو بیش از او برتو بیش از او اوربرو بیش از او مانترو بیش از او بیش از نام بیش از او یک مانترش بنتم بیش از او تمو. اهورامزدا گفت اگر سه بار هنگام درمان با کارد بیمار تندرستی خیش را بازیابد، از آن پس پزشک همواره شایسته است. اهورامزدا کاردی مرصع به تریتا بخشیده بود، نخستین پزشک آریایی در متون کهن ایران و هند. سائنا نامش در فروردینیشت آمده. جراحی رستمزایی منصوب به اوست. مشروح جراحی آمده در شاهنامه. دقیقاً همان سزارین امروزی.
نشان شناخت پزشکان باستانی ایران از این نوع جراحی. جراحی آب مروارید. سپید چشم. در گندی شاپور با نیشتر بود و داغ کردن. یوحنا ابن ماسووی در چشم پزشکی تخصص داشت و نیز شاگردش هنین اسحاق. با کهن‌ترین کتاب جهان در پزشکی چشم. محافظت از دندان‌ها، دندان و لثه. کتاب‌های هنین اسحاق است در دندان پزشکی. تشریح حیوانات. از یوحنا ماسووی. اولین کتاب از نوع خود. مستطیل شکل می شود شهر. 4 در 2 کیلومتر. گفتند این طرح الگوی رومی است، اما شهر مستطیل ایرانی برآمده از باور دینی زرتشتی بود. ورجم، شهری آرمانی. قرن‌ها پیش از پیدایش روم، مستطیل شکل بود الگوی شهرسازی ایران. هرمزد به جم گفت: آن شهر آنور را به هر یک از 4 سو به درازای اسپریسی بساز. بدان فرازترین جای 9 گذر کن. بدان میان 6، بدان فرودین 3. گندیف شاپور نهاد آن بر مثال عرصه شطرنج نهاده است. میان شهرندر 8 راه اندر 8. بافته شطرنجی. گفتند الگوی شهرهای هلنی رومی، اما علم شهرسازی امروز میگوید نه یونانیان آغازگر این علم بودند و نه هیپوداموس واضع الگوی شطرنجی.
دکتر رابرت مک آدامز تردید کرده در طرح شطرنجی خیابانها. می نویسد شهر رومی فقط شطرنجی نبود. اندامواره هایی داشت. فروم که میدانی وسیع بود با ستونهای گرداگردان. آمفی‌تئاتر رومی، محل نبرد خونین بردگان، گلادیاتورها. نشانی نیست از آمفی‌تئاتر و فروم رومی در گندی شاپور و نه در هیچ یک از شهرهای دیگر ساسانی. ایران و روم، دو قدرت برتر عصر باستان در تعامل و تأثیرات متقابل. همه شاهان ساسانی تا هرمز پسر نرسی در جندی شاپور خوزستان اقامت داشتند. شاپور زلکتاف از هنگام ولادت تا پایان سال سیوم در گندی شاپور می نشست. قیصر به شهر جندی شاپور رسید که در آن سران پارسیان و بزرگانشان و مرزبانان حصار گرفته بودند. به دروازه آن حمله برد و لشکریان را به گرد شهر به صف کشید. شهر را محاصره کرد ولی به بشودن شهر کامیاب نگشت که بنیادی محکم داشت. در شب جشن صلیب رومیان را از پای درآوردند و قیصر را اسیر ساختند. هفتاد سال آشفته است گندی شاپور پس از شاپور اول. 20 سال آشوب دینی کرتیر،
کشتار تمام دگراندیشان دینی. بعد هم ویرانی. از پی جنگ بارون، روزگار شاپور دوم. همین زمان مدارسی هست در قنسرین، نسیمین، ادسا. بیشتر ایرانی بودند بانیان مدارس، اساتید و دانشجویان. دانشگاه گندیشاپور ساخته می شود، شاید همزمان با این مدارس، یا توسعه می یابد. مدارس که بسته شدند، اینان همه به ایران مهاجرت می کنند و گندیشاپور می شود مرکز اصلی دانشگاهی در منطقه. کتابخانه بوده اینجا، شاید بیمارستان، دانشگاه، اینجا یا آنجا، نمیدانم. زبان خانه وجود است، اما گفتند زبان پهلوی زبان علمی نیست. ایرانیان را 7 نوع خط است که یکی از آنها نیم گشتج در 28 حرف که طب و فلسفه را با آن می نویسند. رأس سهریه فلسفه و منطق با آن می نویسند و ما آن را به دست نیاوردیم. این تنوع نگارش یعنی زبان پهلوی زبان علمی بوده. فقط 93 کتاب پهلوی بر جای مانده، باقی سوزانده شده، در آب رودخانه رفته، گم شده در تاریخ. سند مهم دیگر، بشاق شماهی، نخستین کتاب لغتنامه تاریخ، 4 زبانه، پهلوی، سوریانی، یونانی، برای ترجمه به عربی، که ثابت می کند علمی بوده زبان پهلوی. پزشکان گندیشاپور در بغداد، اینان یا جز فارسی نمی دانند مانند ماسوی، یا به فارسی و عربی سخن میگویند مانند جرجیس و پسرش بختیشو.
گندی شاپور که نه به یونانی سخن می گفت نه به سوریانی، که قلب زبان علمیش پارسی بود، خانه وجودش پارسی بود. مملو از اصطلاحات فارسی است کتاب‌های پزشکی، مانند دقل العین اثر ابن ماسوی که چشم پزشکان آن را امتحان می‌دادند برای گواهی نامه رسمی. بیش از 5000 واژه فارسی در زبان عربی. نام بیماری ها، داروها، گیاهان دارویی. به از اندیو شاپور، معنی آن می شود بهتر از انتاکیه. آن را عربی کرده جندی صابور خواندند. انتاکیه، پایتخت آسیایی امپراتوری روم. سه بار توسط شاپور فتح می شود. ملکه شرق نزد یونانیان، مادر شهرها نزد مسیحیان، چرا که از نخستین شهرهای مسیحی بود. انتقال می‌یابند اسرای مسیحی به گندی شاپور. گندی شاپور می‌شود مرکز مسیحیان روم و ایران. متران نشین می‌شود، سپس اسقفیه. بهتر از انتاکیه نام شهر است. رقیبان گفتند این یعنی تقلید از این انتاکیه، اما نشانی نیست از این الگوی شهرسازی در گندی شاپور. گندی شاپور شاید همین گونه بوده پیش از آن که شهر علم شود. همین آسمان را داشته، همین مزاره. بیشه ای بوده یا خارستان. برخی گفتند سکونتگاهی بوده که نیلاب خوانده می شده. نیلاب یعنی نیلزار. این نام آیا نشان مزاره نیل بوده؟ صنعت نیلسازی؟
متون کهن بسیار از فراخی کشتن شکر گفتند و خرما و نیز گفتند از رواج و شهرت ابریشم بافی و صادرات آرد نیز. از صادرات نیشکر گندی شاپور هم گفتند، اما از نیل نه. گندی شاپور را بتلاپات گفتند در متون سوریانی، در پهلوی و مانوی بیلاباد. شاید همین نام است که شده بیل آباد، نیل آباد و سپس نیلاب. زمان می گذرد، تمام می شود زمان آدمی، زمان شهر. تاریخ می رود، گویی دوباره باز می گردد، باز می رود. امروز اینجا زمان بازگشته، پس رفت زمان. شهر بودنش مفقود است و ما تکرار می‌کنیم تاریخ را. کانال‌های آب برای انتقال آب شیرین به گندی شاپور. ده‌ها رشته قنات رودخانه‌ای، صدها و صدها کارگر و بسی مهندس آزموده آب. هنوز شگفت‌انگیز است محاسبه شیب و عرض کانال‌ها برای جریان و سرعت آب در این مسیر طولانی. کانال‌ها در دل دشت خوزستان 15 کیلومتر. آب میرسد به گندی شاپور سرانجام. و این پل تنها اثر به جای مانده از گندی شاپور
گفتند رومیان ساختند پلهای شوشتر و استان گندی شاپور را با دانشی رومی. اما 800 سال پیش از این تاریخ در ایران ساخت پلبندها دانشی شناخته بود. پل گندی شاپور کانال انتقال آب است و یک سیفون. بند است برای کنترل حجم آب و پلی برای گذر روی بند. تونل 150 متر زیر رودخانه می رود. سپس زیر خاکهای دشت پنهان می شود. در گندی شاپور هم بوده این کانال های آبرسانی از سنگ و آجر. مک آدامز آن را گزارش کرده. در بلندترین تپه شهر هم او تنبوشه هایی یافته بود. گفتند این لوله کشی سفالی انقلاب هیدرولیک امپراتوری روم است. اما تنبوشه های 4000 ساله ایران نشانش اینجا. بسیاری شواهد در گندی شاپور تا حال دیده نشده، همچون سنگ های آسیاب. اینجا را محله آسیاب ها می نامیم. آسیاب ها از شنو بودند. در محله آسیاب ها، آسیاب تنوره‌ای تنها امکان به نظر می رسد. پس این فرسایش میان سنگ ها از چیست؟ آیا از چرخش ریسمان؟ چیزی شبیه آثاری؟ نمی‌دانیم. آسیا، همان جا که یزدگرد سوم توسط آسیابانی کشته می‌شود.
همانجا که امپراتوری ساسانی پس از 400 سال برای همیشه پایان یافت. پوشیده کشتزار است و آسمان. در دورها باز همین است. فرو می نشیند شهر، دیگر فرو نشسته زیر این کشتزارها. شهر علم را من کشتم. شهرم را، گندی شاپور را من. اما شاید زنده باشد اینجا دیواری، دروازه، کلاس درس، شاید هنوز زنده باشد. نامش پیوسته خراج است حالا. ابن اسیر و ابن مسکویه گفتند بارها و نیز از تأمین مخارج سپاهیان به اجبار. گویند مسلمانان در هر بخش سپاهیانی داشتند که ماهیانه خود را از آنجا می گرفتند و ایشان را جند آن شهر می خواندند و کم کم این نام بر آن بخش بماند. جند یعنی سپاه. جند شاپور، سپاهیان مال بگیر شهر شاپور. از این پس شهر بدان خوانده می شود. در ریشه یابی نام شهر کمتر به این سند توجهی شده بود تا حال. شهر در محاق می ماند اگر خلیفه بیمار نمی شد. ماهرترین پزشک دنیا را می خواهد. پس جرجیس ابن بختیشو احضار می شود. جرجیس سرباز می زند از دستور. زندانی می شود در گندی شاپور. پس راهی بغداد می شود به اجبار. جرجیس به خدمت خلیفه رسید. نبض و پیشاب او را وارسی کرد. دستور داد خلیفه کمتر خوراک بخورد و سبک. او درمانش را بدین شیوه دنبال کرد تا آمیزه خلیفه به جای نخستش بازگشت. Thank you.
از این پس پزشکان و دانشمندان گندی شاپور به تهدید یا به تطمیع به بغداد خوانده می شوند. خاندان بختیشو 11 نسل، خاندان هنین، ایسابن سهار بخت، خاندان ماسوی، ایسابن یحیی، علی ابن عباس مجوسی احوازی، ربن تبری، یعقوب ماهان، میخائیل، سلموی، ابوالحسن پزشک، ماسرجیس، ایسابن ماسه، شاپور ابن سهل. پس مرکز خلافت دانش گندی شاپور را از آن خود می کند به تمامی. نهضت ترجمه برگرده گندی شاپوریان است که عربی می دانند، فارسی، سوریانی، یونانی. مرکز تجمع علما، بیشتر گندی شاپوریان، ایرانیان. بسیار گفتند از ساخت بیمارستان‌های بغداد و جهان اسلام. بیش از 30 نمونه با الگوی بیمارستان گندی شاپور. بیمارستان رشیدی، مقتدری، عزادی، برامکه، بدر، سیده، واسط. حالا بغداد در تصرف دانش گندی شاپوری است. پزشکی گندی شاپور طب جهان اسلام را می سازد. عبدالرحیم شهر رو به احتضار است. تنها بیمارستان بر جای مانده. از تمامی مراکز علمی احتمالاً با مخارج شخصی پزشکان شهر. هارون الرشید مرا امر کرد بیمارستانی ترتیب دهم. دهشتک را از جندی صابور احضار نمودم تا قیم آن بیمارستان نمایم. امتنا می کرد و می گفت او و برادرزادهش میخائیل رزقی و روزی در ازای قیمومت بیمارستان جندی صابور ندارند و آنجا حسبتاً لله قیام می نمایند.
دوران متوکل است. علوم همه ممنوع می شود. کتاب سوزی های پیاپی، آشوب بر پزشکان گندی شاپور، دویست و پنجا و پنج هجری، سال وفات شاپور سهل است. آخرین رئیس بیمارستان گندی شاپور. از این پس، نشانی از بیمارستان شهر در تاریخ نیست. چهارصد و پنجاه هجری، ابو سعید عبیدالله بختیشو در میافارقین درگذشت. این آخرین نام است از پزشکان گندی شاپور در تاریخ. قرن سه هجری است. گندیشاپور می شود مرکز فعالیت او. یعقوب لیس سفار. گندیشاپور در این ایام رو به خرابی نهاده. جور و فساد در آن رواج یافته. صد سال پس از این تاریخ، اما مؤلف مجمل التواریخ می نویسد شهر اکنون خراب است، مقدار دیهی به جای مانده پراکنده. صد سال دیگر می گذرد. من مکرر از گندی شاپور گذشتم. اکنون هیچ نشانی از گندی شاپور بر جای نیست که گذشته آن را نشان دهد و جز در تاریخ گزارشی از گندی شاپور نمی بینی. سبحان الله.